از مسئولیت فیزیکی تا مسئولیت سایبری، زنان و کودکان افغان در فضای سایبری مسئول نیستند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در روز جهانی مسئولیت اینترنت گفت که فضای سایبری در کشور مسئول نیست. به گفته او، این امر باعث شده است که شهروندان افغان به خصوص زنان نتوانند به شکل مسئول از اینترنت استفاده کنند. لکه څنګه چې در عادی ژوند کې انسان ته یو فزیکی خطر پیښیږي او د دوی ژوند په خطر کېږي، د دوی توهین کېږي او دوی ته ضرر رسیږي، د دوی څخه یا غلا کېږي، عینن د انټرنیټ فضا چې دی په همدې شکل دی. از سوی هم میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، میگوید که استفاده شاگردان مکاتب از اینترنت یک موضوع مهم است و وزارت معارف تلاش دارد تا زمینه دسترسی شاگردان به اینترنت را فراهم سازد. واضح است که وقت ما در زندگی فیزیکی ما مصروف امنیت ماستیم، در فضای مجازی هم الزامات امنیتی به امی تناسب مهم است. اما برخی از کاربران اینترنت از مسئول نبودن شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ابراز نگرانی می‌کنند. بیشترین مشکلات در خانم‌ها در بخش استفاده از اینترنت دارن، و خصوص در فضای مجازی خانم‌ها نمی‌تونن از نام و عکس و مشخصات واقعی خود استفاده کنن. و وزارت امور زنان نیز تاکید دارد که زنان در فضای مجازی اینترنت مسئول نیستند و باید برای مسئولیت فضای سایبری کارهای بیشتر انجام شود. زنان افغانستان اشدن به اینترنت ضرورت دارند، اما با درد و دریغ که فضای مجازی اینترنت نیز برای زنان مسئول نیست. آنها در اینترنت نیز با مزاحمت ها و خشونت های رنگارنگ مواجه هستند. بر اساس آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در حال حاضر بیش از 9 میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.